سلام سلام بر شما مخاطبان گرامی، مجدداً عیدتان مبارک. امروز دوم عید سعید فطر بود و کابل هم که متاسفانه اکثر پارک ها اون جنب و جوش گذشته را نداره، اما با این وجود شهروندان کشور بیشتر به کوها پناه بردن. مثلا اینجا تپه شهر گاجینبی یا هم کوی قوریخ هستن که همیشه وقت در این وقت هزاران نفر برای میله و تفریح به اونجا می رفتن. امسال اما اندک نفر را می شود در اینجا دید و اینجا هم عقب تپه شهدای روشنایی هستند. در گذشته ها حتی در روزهای عادی ما بیشتر از آنچه که شما در تصویر ببینید جوانان و خانواده ها را در اینجا می دیدیم، ولی حالا تعداد بسیار اندک در اینجا مردم اکنون آمدند و یک دلیلش هم عمو محدودیت هایی هست که بر خانواده ها وضع شده، خانم ها نمی تونه بیرون بره. با این وجود مردم آمدن، ساعت تیری کردن، برخی مثلا اینجا نشانزنی میکنه، برخی با دوستان خود در جای نشسته صحبت میکنه، قصه میکنه و برخی هم برای یک هواخوری تنهایی آمدن. اما میلگاه ها و تفریگاه ها جنب جوش گذشته را ندارد و به قول برخی شهروندان کشور کابل بیروح روان هست. اما یکی از همتانان ما در اینجا آمده، میخواییم که صحبت های اونا را بشنویم که اونا چی میگن از عید و برنامه هایشان. نباشید خدمت تمام دوستانی که از این چنل تو ما را بیننده هستند. امروز آمدیم طرف غرب کابل در این تپه به خاطر تجلیل کردن عید که متاسفانه عید امسال نسبت به سالهای دیگر متفاوت‌تر است. امید که عید ما سالهای دیگر با چنین شوق سالهای قبل داشتیم برگزار شود. سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستا و بینندگان عزیز. امیدوارم که همه تان خوب و صحتمند باشین، در هر کجایی که هستین روزهای عید را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. دوستا نمیفهم که امروز برای شما روز چندم عید بوده باشه. متاسفانه امسال فضای عید یک طوری دیگر رقم خورد. امروز برای بعضی کسا شاید روز اول باشه، برای بعضی کسا شاید روز دوم و یا روز سوم. به هر صورت دوستای نهایت گرامی، امروز ما با اتفاق یک تعداد از دوستا به خاطر تجلیل از عید پربرکت در فضای سبز در تپه شهدای روشنایی آمدیم تا یک روز خوب را در کنار هم تجلیل بکنیم. ولیکن متاسفانه این عید با عیدهای قبلی که ما در اینجا می آمدیم متفاوت تر بود. در عیدهای قبلی دوستا در کنار هم اینجا شوق و شور و شادی داشتند، تبله و تبلا نوازی بود و موسیقی و رقص بود. ولیکن متاسفانه این عید هست، تعداد از دوستا اینجا آمدن ولیکن فضای سکوت و یک جور همه آرامند. متاسفانه چنین شرایطی در افغانستان فعلا پیش آمده، بازم در چنین شرایطی دوستا میاین کنار هم در اینجا میخواین از این فضایی که همه بر همه شاید به شکل خفقان باشه ولیکن میاین لحظه ای را میخواین شاد بگذرانن. در چنین فضایی بازم خوب است و امیدوارم که یک روز دوباره افغانستان مثل قبل همه در فضای صلح، صمیمیت و شادی در کنار هم چنین روزا را تجلیل بکنه. تشکر.